بحث ولوم والیوم ولوم حالا هرچی توی داکر یه بحث خیلی مهمیه. توی قسمت قبل دیدیم که ما مونگورا ایمیج مونگورا ران کردیم، ولی یه مشکل که داره، شاید قبلا هم بهش اشاره کردم، اینه که وقتی یه ایمیج رو شما توی کانتینر ران میکنی، این ایمیج وقتی داره ران شده، دیتایی که ایجاد شده، مثلا استاتیک فایل ها، دیتای دیتابیس، توی اون ایمیج یه حالت استیت لسته. چرا؟ چون که فقط خود اون ایمیجه که داره ران میشه، یعنی اون دیتا اگه بیاد توش، وقتی شما استاپ بشه اون کانتینر، دوباره خواستین استارتش کنین، دیگه اون ایمیج ها رو نداره. پس باید چیکار کنین؟ باید اون فایل هایی که احتیاج دارین نه به صورت مانتش کنین به فایل سیستم خود هاسته که دارین. حالا شاید این موضوع یکم اول گیج کننده باشه، ولی قشنگ دست رو میاد که مثلا چه شکلیه، چطوریه. اگه برین یادتون باشه، ما وقتی که روی مکینتاش یا روی ویندوز داکر رو نصب کردیم، گفتیم که داکر اومده یه دونه توی ویرچوال باکس، با استفاده از ویرچوال باکس یه دونه مجلس ساز نصب کرده که حالا اینجا همون اسمش دیفالته و رانه، که شما باید وقتی که وارد کامپیوتر سیستمتون بود شد اومد بالا، اونا با همین داکر کویک استارت این ویرچوال ساز، اون مجلس ساز، اون سیستم عامل که الان لینوکس بیسه، بیارنش بالا. وقتی بیارنش بالا دیگه گفتیم که اینجا میتونیم بنویسیم داکر پی اس بنویسیم و بتونیم بفهمیم که مثلا چی بشه و با داکر کار کنیم. پس در حقیقت ما داکر روی خود مک او اس نیست، روی اون ماشینیه که ویرچوال ماشین ساخته. اگه مثلا بنویسیم داکر ماشین LS، میبینیم که دقیقا این همینیه که اسمش دیفالته و ما الان وصلیمش. پس واسه این که ما یک دایرکتوری یا مانتش کنیم به اون داکر، الان مثلا اینجا نمیتونیم بنویسیم mkdir، یه دونه مثلا dir درست بکنیم و اون dir را که توی خود مکینتاژ مانت کنیم. چرا؟ چون که در واقع اون داکر دسترسی داره به ماشین خودش، به این ماشین دسترسی داره، به همین ماشینی که دیفالته، نه فایل سیستم کامپیوتر ما. خب پس مشکلی که خیلی وقتا دوستان دارن تست میکنن رو کامپیوترشون، میان مینویسن مثلا یه دونه دایرکتوری میسازن تو خود ویندوزشون یا توی خود مکینتاژشون، بعد میخوان این دایرکتوری یا مانتش کنن به داکر که میخوان ران کنن. در این صورت نمیشه. چرا؟ به همون دلیلی که الان گفتیم. چرا؟ چون که ما توی هاست خودمون داریم چیز درست میکنیم، ولی در صورتی که داکر و اینجین داکر داخل اون مجاز ساز دیفالته. پس این نکته رو توجه کن. حالا برای اینکه این مشکلات پیش نیاد، داکر یه دونه کامند درست کرده به نام داکر والیوم. یه دشتش هلپ بگیریم، نوشته که میتونین والیوم های داکر ها توش منیج کنید. و یه راه خیلی خوبیه که این کارو بکنیم. چرا؟ چون میتونین از بعضی فیچر استفاده کنین. حالا میگیم که مثلا چه شکلیه. اینجا یه کامند داره به نام create inspect ls و rm. اگه اینجا الان ls بگیریم، یه سری داکیومنته که مال خودشه، مال خود سیستم لوکاله، خود کاریه که داکر داره انجام میده. ما با اینه کاری نداریم، مینویسیم یه دونه جدید create میکنیم. create خودش سویچ های مختلفه داره. یه سویچ داره به نام dash name که اسم اون چیزا درست میکنیم. یه دونه dash o داره، help داره و dash d که میگه که چه درایوری باشه. حالا ما مینویسیم dash name، مثلا مینویسیم دیتا، خب که خیلی ساده و راحت باشه. این ترکه زدیم، این دیتا درست شد. اگه مینویسیم داکر ولیوم ls، اینجا الان دیتامون درست شده. خب حالا میخواییم ببینیم که واقعا این دیتا کجا درست شده. اگه بریم توی اگه بنویسیم داکر ولیوم inspect data،
میگه که چی؟ میگه که اسم دیتا یه درایور لوکاله. حالا این درایور ها مختلف میتونه باشه، مثلا شما چندی تا داکر داشته باشین، اینا بحث خیلی خفنه، چندی تا داکر داشته باشین یه دونه والیوم درست کنین مثلا روی سرور دیگه و این جدیدش کنین، بر هم میگه مثلا درایو چی اینا. مانت پوینتش این آدرسه، ما حالا بعدن با این آدرس کار داریم، فعلا ما میخوان این والیومی که ساختیم ما مانتش کنیم به مونگو و مونگو دی بی را از این با این استفاده از این والیوم بیاریمش بالا. خب نسیم داکر ایمیجز، میدونیم که یه دونه ایمیج داریم به نام مونگو و حالا میخوایم از این ران بگیریم. می‌نویسیم داکر ران داش دی دیتچ مود، یعنی بره توی بک‌گراند ران بشه، داش داش نیم، حالا اسم برش می‌نویسیم، می‌نویسیم آر مونگو، ای مونگو بذار بنویسیم خیلی راحت تر آره من دستم باش روانیش. خب ای اندرلاین مونگو یا مثلا همین می‌نویسیم مای مونگو. خب و سویچ که الان خواهی استفاده کنیم و مهمه همون دشویه که از دو قسمت تشکیل شده، از یه قسمت این طرفه که خود دایرکتوری هست، ولیومی هم هست که ما میخواییم مانتش کنیم، یعنی ما داریم تو هاستمون، و این قسمت هم اونجایی هست که ثابته و اون تو کانفیگ اون ایمیج تعریف شده. مثلا گفتیم که استاتیک فایل ها بره اونجا ذخیره بشه، دیتا های مونگو دی بی بره توی سلش دیتا سلش دی بی ذخیره بشه. خب پس ما می‌نویسیم داش دی داش بی دیتا دو نقطه دیتا داش دی بی. خب دیتا همین الان دیتا رو درست کردیم، سلش دیتا سلش دی بی هم که دیفالت جاییه که مونگو دی بی فایل ها رو ذخیره میکنه. نفسیم مونگو و اینتر. خب ببینیم همه چی درسته، یه داکر پی اس که بگیریم میبینیم بله الان داکرمون کانتینرمون رانه، و اگه بخوایم لاگ بگیریم ببینیم که چه اتفاق افتاده اونجا الان داخل اون کانتینر چه اتفاق افتاده، دستوری هست به نام داکر لاگ کانتینر آی دی یا نیمش را مینفسیم اینتر. اینجا الان اگه من یکم کوچکش کنم مینویسه که اومدم درست کردم فایلامو و روی پورت 27017 الان داره گوش میده که مثلا یه مونگو بهش اینسرت چیز کانکت بشه. اگه بیایم مینویسیم docker execute -it به my نه اینجا چرا این کپی شده به my mongo بخوام یه کامند مونگو را ران کنیم، میریم تو شل مونگو دی بی نویسیم مثلا دیبمون تست db.users.insert یه دونه یوزر به نام احمد تهانی insert میکنیم، الان بنویسیم db user find این الان insert کرده، میام خارج میشیم و میبندیمش کامند. خب حالا میخوایم ببینیم که واقعا این دیتا ها کجاست. اولا که ماچکا کردیم ما گفتیم که اینجا دیتا را مانتش کردیم به d/data/db. اگه بنویسیم docker execute-it my mongo بیا چکا کن، حالا اینجا کامند هم نمینویسیم، میگیم که بیا ls بزن توی data/db. الان ما ls که زدیم میگه این فایل دایرکتوری ها را اینجا توی /data/db مون داره. خب حالا نکته، ما گفتیم این دیتایی که درست کردیم داخل هاست ماش خواست خودمو الان مکینتاش نیست، داخل اون ویرچوال باکس است، داخل اون مجاز ساز است که داکر ماشین درست کرد. گفتیم که چی؟ گفتیم داکر والیوم این اسپکت دیتا، دیتایی که این اسپکت بگیریم میگه مانت پوینتش اینجاست. حالا شما توی دست دارم چون بفهم که داخل این چیه، بنویسیم داکر ماشین
SSH default و کامندی که اینجا داریم ما بنویسیم sudo lsin. خب یعنی الان اومد لیست کرد اون مواردی که توی دیتا هست، یعنی دقیقا اطلاعاتی که توی کانتینر هست توی اینجا هم هست. خب اینجوری چه استفاده داره؟ استفادهش اینه که شما وقتی اینسرت کردین یه دونه چه میدونم یه دونه رکورد و با دیتابیس کار داشتین، دیگه اطلاعات توی هاست شماست نه توی کانتینر و این جالبه. حالا میتونیم من بفهمیم با یه دستوری هست به نام داکر، خود داکر اینسپکت مای مونگو. خب این اگه بنویسین کلا یه اطلاعاتی از کانتینرتون واسهتون میاره. اگه ببینید توی اینجا مانتس مینویسه که یه دونه مانتس به نام دیتا درست کرده برامون، سورسش هست اینجا، یعنی سورسش هست همون جایی که توی داکر ماشین هست، دیستینیشنش هم اینجاست و اینجوریه. حالا مود داره و RW داره، یعنی رید و رایت میتونید داشته باشین شما روی اون والیومه. یه دونه والیوم هم نمیتونید مثلا میتونید چند تا والیوم داشته باشه. حالا اگه بریم توی داکیومنتیشنش دقیقا اینجا مثلا نمایش بده، میتونید چندین تا والیوم داشته باشین، مهم نیست، ولی بهتره که وقتی توی چیز هستین بهتره که همیشه والیوم اینجوری کرییت کنید، مخصوصا وقتی که البته دیگه چاره نداریم، وقتی که دیگه مکینتاش هستیم که اون والیوم توی داکر ماشینه درست بشه. پس کارمون این بود که یه دونه والیوم با استفاده از این create dash dash name درست کردیم، بعد وقتی درستش کردیم نوشتیم داکر ران dash d dash v data data db و مونگو. خب حالا من دقیقا اگه این تر بزنم دور یه مونگو دیگه میتونه ران کنه واسه من با همون دیت، با همون دیت. البته این الان گیر داده، چرا که پورت یکیه و اینی میتونه اون کار انجام بده. خب پس این هم شد از داکر والیوم. اینجا میتونین اون داکیومنتیشنش رو کامل بخونید.